سلام دوستان ایرانی و فارس زبونم امیدوارم حالتون خوب باشه امیر حسن از هستم به اولین جلسه آموزش گیت خوش اومدید اولین جلسه میخوام به معرفی گیت بپردازم و بعد میریم سراغ نصب کردنش توی ویدیوهای آینده اما آموزش گیت رو با این آغاز میکنم که گیت چیه گیت نرم افزاریه که تغییرات فایل رو مخصوصا تغییرات متن رو دنبال میکنه حالا این تغییرات متن چیا هستن رو یواش یواش بهتون میگم شاید شما اومدید وقتی که دارید با کامپیوتر کار میکنید حالا یک مقاله ای نوشتید یک مثلا اس ای نوشتید یه چیزی نوشتید اومدید ورژن یک و دو سه درست کردید مثلا گفتید که فایل یک فایل دو فایل سه و بعد تغییرات و این کارا رو برای خودتون انجام دادید گیت میاد اجازه رفت آمد بین فایل ها رو به شما میده برای شما ورژن سازی میکنه اجازه برگشتن به فایل قبل رو به شما میده یعنی اجازه میده که شما فایل های قبلی رو بهش دسترسی پیدا بکنید اجازه مقایسه میده یعنی بخواد به شما بگه که چه چیزهایی رو چه تغییراتی بین این فایل ها ایجاد شده و شما برید مقایسه بکنید با هم دیگه حالا به اون VCS یا Version Control System میگن نمیدونم شنیدید یا نه حالا توی آیدی ها هستش یا وقتی به شما میگن Version Control System یعنی گیت git یا گیت ها بعضی وقتا به اون SCM یا Source Code Management هم میگن ولی خب خیلی وقتا به اون VCS میگن ولی اگر شنیدید که به اون SCM هم میگن منظور همینه VCS با SCM جفتشون یه معنی رو میده با هم دیگه سنانمس هست یا یعنی با هم دیگه هم خانواده هستن اما ورژن کنترل سیستم چی هستش فرض بکنید که شما گفتم که فرض بکنید که شما مثلا یک فایل دارید که با ورژن یک با ورژن دو شروع میشه میاید اسمش رو عوض میکنید حالا ورژن کنترل سیستم یا و... VCS چی هست اونایی که میخوان درک بکنن توی همین جلسه اول میگم که درک بکنید فهمیدنشی دو تا فایل عکس دارید میخواد که عکس قدیمی جفتش هم یه جوره عکس مونتا یکی شما مثلا ادیت کردید میخواد که قبلی رو هم نگه دارید که بعدها بهش رجوع بکنید میاد یه ورژن درست میکنید برای خودتون با فکر ایده خودتون میگید که بذار اسم اینو بذارم ورژن یک یا V1 اسم دومی رو بذارم V2 اینو بهش میگن چی ورژن کنترل سیستم یعنی میایید برای خودتون ورژن بندی میکنید شاید رفتی توی ماکروسو ورد که به شما اجازه تغییر مثلا فایل رو میده خب بهش میگن ترک چینجز ماکروسو ورد یه چیزی داره مثلا به نام ترک چینجز که وقتی شما مثلا یک مقاله رو به یکی سابمیت میکنید اون ترک چینجز رو فعال میکنید و تغییراتی رو ایجاد میکنید بدون اینکه به ورژن اصلی یا بهش میگن مین ورژن تغییر ایجاد بشه میاد اون تغییرات رو مثلا نشون میده به شما اینجا جلسات مارکرس و ورد نیست ولی خیلی سریع به شما نشون میدم مثلا شما داخل ریویو اگر بیاید این ترک چینجز رو بزنید فعال بشه مثلا میگید که چی مثلا دوست عزیز این درست نیستش میای مثلا هایلایتش میکنی و بعد میای مثلا چیکار میکنی تغییرش میدی یا مثلا میگی که اسمش اینو بذار امیر خب و اینو برای شما قرمز میکنه اگر من یه مقدار زوم بکنم البته اینجا آموزش مایکروسافت ورد رو نمیخوام انجام بدیم قرمز میکنه و اینجا میگه که اسم منو مینویسه مثلا میگه که این کلمه دیلیت شده این کلمه اضافه شده این خب یه نوع ورژن کنترل سیستم هست یه موقع هستش که میرید توی آدوبی فوتوشاپ یه چیزی دارید به نام هیستوری که میگن چی برگرد یا تاریخ قبلی این هیستوری تعداد استپ ها تعداد پلایی که شما با یک تغییر با تغییر یک فایل انجام دادید و به شما نشون میده و بعد میاد چیکار میکنید برمیگردید عقب یا اون اگر میخواید مثلا به حالت قبلی برگرده دست میده. شاید اونایی که رفتن ویکیپیدیا یه مقاله ای رو نوشتن اونجا هم یه, ج... یه جورایی ورژن کنترل سیستم دارید مثلا شما اگر یک تغییر توی ویکیپیدیا ایجاد بکنید نویسنده های دیگه که بهشون میگن آثورز میان چیکار میکنن اون تغییرات رو بررسی میکنن اگر تغییرات بر حسب مثلا سورسی بود منبع خاصی داشت منبع رو اشاره کرده بودید میان اون تغییرات رو اپلای میکنن یعنی پیاده میکنن روی اون ورژن اصلی تکست که مقاله اصلی که تو ویکیپدیا هست اگر سورس خاصی نبود نتونستید پیدا بکنید برمیگردونن به حالت قبلی یا مثال بهتر شما آندو دارید یعنی تو همه جای آپراتینگ سیستمتون توی ویندوز و مک آندو داریم که توی م... 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 توی ویندوز کنترل کنترل زی هست و توی مک کامند زی هستش اینا رو با هم دیگه دیدید اینم یونو ورژن کنترل سیستم است اما هیچ کدوم از این مثال ها اصلا قابل مقایسه با گیت نیستش پس گیت چیه جلسه دیگه بهتون میگم